و میخوام بگم بشر به هر حال زحمت کشیده به اینجا رسیده، از گردنه‌هایی رد شده و دین باید در خدمت بشر باشه، نه اینکه آدم‌ها در خدمت یه چیزی باشن. بنام اصلا من اجازه بدید از منطق درون دینی هم به شما بگم. آقای ترکاشوند، واقعا به بیننده های این برنامه توصیه میکنم، این کتاب اجازه چاپ در ایران ندادن ولی روی شبکه‌های اجتماعی هست، میتونن پیدا کنن، دانلود کنن، بخونن. 1000 صفحه کتاب نوشته ایشون و واقعا یه تحقیق درجه اول کرده، به لحاظ تاریخی کتاب موثقی ایشون نوشته. سوال محوریش این بوده که عنوان کتاب هست حجاب در عهد پیامبر. سوال محوریش این بوده که در عهد پیامبر زنا لباسشون چه شکلی بود؟ زن و مرد البته، و رفته کاوش کرده از منابع مختلف. خب به درستی هم نتیجه گرفته که اصلا اون روزگاران عرب‌ها لباس دوخته نداشتن، دوختن بلد نبودن. یه اگه پول داشتن، تازه اون گرما که لباس اصلا اونجوری نمیتونستن باشن، اگه پول داشتن دو تا تیکه لنگ مانند یکی دور کمرشون می‌بستن، یکم می‌نافتن روشونش. خیلی وقت اون شونه ای هم نداشت و همین اونی هم که دور کمرشون می‌بستن بالای زانوشون وای می‌ایستاد و در واقع ناف و عورتینشون رو می‌پوشوند و بسیار ویال خونه‌شون چه شکلی بود. 4 تا برگ خرما رو می‌انداختن روی پایه چوب و نه دری نه پیکری نه چیزی. و بعد البته بحث مفصلیشون کردن، به خصوص فصل 1 و 2 اون کتابیشون تحقیق دقیقی کرده از پوشش، مثلا چرا آب نداشتن یا چاله آب می‌رفتن اون تو زن و مرد با هم می‌رفتن و غیره و غیره. و اصلا این بحث پوشوندن مو و رفتن تو پرده و پرده نشینی و اینها، وقتی اسلام از شبه جزیره بیرون اومد به سراغ کشورهایی که تمدن داشتن اینطوری بودن، زنها تو حرمسرا بودن و غیره و بعدم استطاعت پوشوندن داشتن و اینها، این اتفاقات بعدها افتاد و احکامی هم براش در بردن و غیره. بنابراین میخوام بگم آقای دکتر، به لحاظ منطق درون دینی هم اساسا این پوشش ظاهری و لباس و اینا جزء عرضیات ادیانه، جزء اصولش که نیست که. دین که اصل کارش دعوت به خدا و آخرت، اصل توصیهش هم شفقت با خلق خداست و مجاهدت با نفسه، بقیهش دیگه آغشته است به فرهنگ ها، به تاریخ، به پایین بالا ها، به جایی که اون دین متولد شده. این احکامی که آقایون فکر میکنن خدا نشسته فکر کرده حکم صادر کرده زنها برن تو چادر بپیچنشون بکننشون توی خونه، اینا اصلا هیچ کدومش منطق برون دینی نداره و از منطق درون دینی هم دنبال کنیم میبینیم شامل تطور و تحول تاریخی بوده. بنابراین میخوام بگم آقایون در واقع شیپور اثر گشادش میدن و لباس به قول حضرت علی لباس اسلام رو، پوستین اسلام رو وارونه به تن میکنن. به همین دلیل اینقدر نفرت انگیز شده و اینجور جوانان ما دینگریز شدن. حق هم دارن، یه چیزی رو به زور بخوای به خورد هر کی بده، اونم این چیز زشت و بیروح و قرون وسطایی، واقعا مال قرون وسطا. بنابراین این هم یه نکته است. نکته آخر رو هم عرض کنم، ببینید حکومت آقای خامنه ای رو دردیش نکردش بیاد بشینه تو جمع قوه قضاییه یا خدای دهه 60 خدای الان هم هست و در واقع دستور بگیر و ببند صادر کنه. علتش این است که گزارش های متعددی دستگاه های اطلاعاتیش بهش دادن که آقا جامعه ملتهبه، جامعه در حال انفجاره، مردم به شدت ناراضی هستند و با هر اتفاق ساده‌ای ممکن است که آبان 98 که سهل از چند برابر اون تکرار بشه. به همین دلیل بقاشون به ایجاد ترس و ناامیدیه، در واقع ترس و یأس. اینها اگر بخوان بمانند نمیتونن که همه مردم رو کنترل کنن، باید جوری ترس ایجاد کنن که مردم خودشون جرأت نکنن که دست به کاری بزنن و آنچنان ناامیدشون کنن از آینده که بی حاصل ببینن برخورد رو. به همین دلیل ایشون یادش افتاده که بگیرن ببندن جعفر پناهی رو، بگیر هر کی که شاخص در جامعه رسولوف رو، بگیر نمیدونم
بگن که یک سیاست آزاده رو بگیرن اگر تو اصلاح طلبات چهار کلمه حرفی میزده، برای اینکه از یه طرف بگن که فعلا حرف زدن دیگه ممنوع، از طرف دیگه هم ترس ایجاد کنن. و معمولا هم وقتی میخوان تو جامعه ترس ایجاد کنن، اول همه سراغ حجاب زنها میرن و به بهانه حجاب خشون میکشن، میارن تو خیابون به رخ مردم میکشن که ما هستیم و میگیریم و میبندیم و غیره، در کافه ببند، در نمیدونم قهوه خونه ببند و غیره. این علتیست که این روزا به نظر میرسه ایشون سر دم نشسته و میخواد مردم رو نیش بزن. اما باید به ایشون گفت خواب دیده خوش، نه او جای خمینی رو داره که در سال 60، نه این ملت اون ملتیست که در سال 60 بود، نه این حکومت اون حکومتیست که در سال 60 بود، یه مش دوز قاچاقچی فاسد موندن باندای مافیایی دیگه، نه این دنیا اون دنیاییست که در اون دوره بود. طعم تلخ اسلامگراها رو دنیا چشید بعد از انقلاب ایران و پیدایش امثال طالبان و القاعده و داعش و غیره و خود جمهوری اسلامی. بنابراین اساساً آن سبو به شستان پیمانه ریخ، یعنی ایشون خواب دیده خوش باشه. و این هم نکته دیگه است که همین ماجرا شما ببینید، یادشون افتاده قانون مصوب نمیدونم 1384 ابلاغ کن بگید ببند، آقای رئیسی که یک دونه تخم مرغ نمیتونه به مردم برسونه، شونه 100 هزار تومان شده، فرمان حجاب بگیر و ببند صادر بکنه و بیان این کار بکنن. دیدیم که با یه ترفند ساده بر وزن اون رای بی رای، حجاب بی حجاب، در واقع این روزی که حکومت میخواست قدرت به رخ بکشه رو به تمسخر گرفتند زنان و مردان ایران و عملا هم به هیچ جایی نمیرسه. هیچ هم اتفاق آقای وزیر کشور ادعا میکنه از خارج خط میگیرن، آقای اژه‌ای اومده اصلا میخوان امنیتیش کنن بترسونن، آقای نمیدونم خط خارجی توطئه نمیدونم استعمار دستگاه های جاسوسی دارن کار، اینا هم میتونن چطور میگن. بنابراین میخوام بگم که این ماجرا در یک کانتکست بزرگتر استیصال خامنه‌ای با حکومتش رو نشون میده که یه جایی استاده که خودش هم میفهمه روی لبه تیغ تیزی داره راه میره که ملت ایران تیز کردن و هر لحظه گردنش رو خواهد. بشه سازگاری، من دو نکته به نظرم رسید که بهش اشاره کنم. یکی در رابطه با آقای ترکاشوند و مسئله اسلام اینا که میگفتیم خیلی روشن، در اسلام و قرآن مسئله بردهداری است. آیا کسی امروز ممارست میکنه بردهداری رو؟ اصلا میشه آدم به زبان بیاره؟ اصلا دیگه جرأت هم نمی کنن بعد از فرمان ملکه ویکتوریا که غیر قانونی کرد. یا همین خانوم ها، آقای خمینی در سال 42 15 خرداد یکی از دعواهاش با شاه، نطقاش از بیانیه‌هاش از این بود که چرا به زنها حق رأی بده، زن نمیشه به مجلس. 15 سال بعد که انقلاب داشت میشد، ایشون که سهله حالا فرصت طلب بگیم بود، یک دونه از آیت الله های سنتی هم دیگه جرأت نمیکرد بگه زنها حق رأی ندارن. این که تاریخ نمیشه به عقب برگردون، اینه که تحول میکنه، حرکت میکنه دنیا و بشر زحمت کشیده و اومده اینجا وایساده. بله، یعنی حالا این مثال که زدین، مثال دیگهش چاه آب، شما رساله های قدیم رو نگاه کنید، یک فصل بزرگ راجع به چاه آب داشت، احکام فقهی که میگفتن اونام احکام خدا، چاه آب چجوری آب نجس میشه، پاک میشه، تن دل بکشه، حالا با بودن لوله کشی اصلا بلا موضوع دیگه. نکته بسیار مهمی که اشاره کردی مسئله لباس در دوره اسلام بود. یه وقتی من از این حکیم عرب مرحوم عبدالعزیز توجری پرسیدم که در اون دوره شما که حکیمی و محققی و اینا لباس چطور بود؟ از مرحوم رائد پرسیده بودم، گفت آقا زنا همین که شما میگید یه پارچه دور خودشون میبستن و اغلب موقع که میزن میمدن میشستن یه کاسه خرما میفروختن یا ماس میفروختن یا شیر یا هرچی، عورتشون بیرون میفتاد. و این که در قرآن پیامبرم چند جا تاکید میکنه عورت هنه، به شعر هنه اشاره نمیکنه، عورت هنه. و این رسمو گذاشتن که
زنا عورتشون رو بپوشونن به گونه که بیرون نیفته، چون خیلی فساد داشت و این اتفاقا میفتاد. در حال این بحث رو از اینجا تموم کنیم.